خانها آقایان، تا لحظات دیگه آقای حسن قشقابی توپلق نظام بر فراز شما فرود میان. لطفاً کمربندتون رو ببندید. Ladies and gentlemen, disembarking is embarking the mission for finding the complete sentences or otherwise and the final by the Mr. Hasan Gashgawi, Lutfen Kamarbandatun Rebellion. Yeah, thank you. Hey, Japan, what's the word? Hey, I'm going to show you what I'm going to show you. What's the word? Oh, Jack, I'm going to get it. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. سقوط خوبی بود. قشقابی هستم. پیروزی اخیر جمهوری اسلامی رو بهتون تبریک میگم. آقای قشقابی کدوم پیروزی؟ پیروزی دیگه از سمت میدون بهارستان بندازی میره میافتید تو خیابون پیروزی که بعدش هم چهار تا کوکا و بعدش هم میره افسری دیگه. من میرم افسری، اگه خواستید شما رو پیروزی پیاده میکنم. سوال بعدی لطفا. میخواستم بپرسم که علت موج جدید احضار سفرهای کشورهای مختلف چیه؟ این امر راهبردیه. تا قبل از این ما وای میستدیم طرف هر کاری که میخواست میکرد، هرچی از دهنش در میومد میگفت، بعد ما چی عکسمونو میومدیم، یعنی سفیرش احضار میکردیم بعدم دک 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 دک. اینجوری خوب نیست. واسه همین وزارت خارجه تصمیم گرفت همه سفرهای کشورهای دنیا را احضار کنه تا ما اول عکسمونو بیایم، یعنی دک 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 دک، بعد اونا هرچی خواستن بگن. مثلا من این وزیر خارجه انگلیس رو دیدم، دیدم تو چشاش چه چیزی خوابیده که میخواد در علیه جمهوری اسلامی حرفی بزنه. واسه همین خاطر سفیر چه از قبل احضار کرده بودیم گوشتم اون اتفن و فن چه من فن هاستج وایت بردم. مثلا دولت فرانسه رو مثلا دیدم که یه خوابی دیده بود، یک بسیجی خواب دیده بود که تعبیرش میشد که فرانسه میخواد یه حرفی بزنه. گوشتم اینجا انقدر شغل اصلا نیست جو تو چرا اصلا اون چه چیزی ما واسه فرانسه و مثلا روسیه رو گذاشتم اینجا بغل پهلوش، گفتم استرسی بیت خرش شد برش اون خودشم. مثلا ایتالیانو سمیکا تو سوبریانو سیپیانو ایتالیانو مثلا مصر، مصر ما دوبد الحمنا بتحجين يعود وبتحدين وتسوي اني بحدين يعود بعدم جت ت ت ت ت ت ت ت ت ت. آقای قشقاوی مقام عظما قرار بود 16 آذر برن دانشگاه، چی شد نرفتن؟ چی میگن نرفتن؟ ما شما فیلمشو ندیدین؟ نه قرار بود 16 آذر برن، ایشون 24 آذر رفتن. واقعا شما خبرنگارا اصلا تو باغ نیستید. من نمیدونم امسال 16 آذر افتاده 24 آذر. اینجوریه دیگه، یه سال هجریه، یه سال قمریه، یه سال شمسیه، یه سال اعظمه، یه سال لیلاشونه. مثلا امسال 12 بهمن روز ورود امام افتاده تو عید نوروز 13 آذر. بعد شما همینجوری میاد سوال میکنید تشکیل داد 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 داد. ولی آقای سخنگو گفتن ایشون سرما خوردن. من سوالم اینه که مقام عظما چرا همیشه از 16 آذر و 18 تیر و این دور و ورا سرما میخورن؟ نه من همچین چیزی نشیدم. مقام عظما خودشونن که اراده میکنن که سرما بخورن که نخورن. جریان همین سرما خوردگی 16 آذرشون هم بنده خودم مطلعم. داستان اینجوری بود که خودم رفتم بیت، دیدم مقام عظما لباساشونو در آوردن رفتن وایسادن وسط حیاط، اونم تو سرما. گفتم ای آقا تو این هوای سرد لخت اومدی وسط حیاط، خب سرما می‌خوری؟ تو گفت اصلا جو من خودم میخوام سرما بخورم. گفتم چرا آقا؟ گفت اصلا جو یه بسته آنتی بیوتیک دارم داره تاریخ مصرفش تموم میشه، میخوام یه جوری سرما بخورم بتونم استفادهش بکنم. یعنی میخوام بگم اینجوری قناعت میکنن ایشون. بعد شما نمیدونم برمی‌داریم میگین 16 آذر و نمیدونم فلان و فلان و تا 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 تا. نفر بعد وقتی رفتید پیش مقام عظما نظرشون رو راجع به تحریم‌های بین المللی و انزوای بین المللی نظام جمهوری اسلامی نپرسیدید؟ چرا؟ چرا؟ پرسیدم، پرسیدم. اش تو چشاش جمع شد. گفت حسن جان، گفتم جان حسن جان. گفت حسن خیلی تنها شدم. گفتم آره عظما، ولی گریه نکن. هنوز تو دنیا یکی هست که فقط به خاطر تو نفس میکشه. گفت حسن خودتو میگی؟ گفتم نه بابا دماغتو میگم با اون وضعیت گلابیش. تا اینو بهش گفتم خمار شد رفت نشست با من. قد مقام عظما چی شد که به مواد و این حرفا آلوده شد؟ والا حالا پیش خودمون و خبرنگارا بمونه، این برمیگره به دوران حوزه. ایشون با بچه های حوزه قرار میذاشتن که روزهای تعطیل یه دمی به دود بزنن، اما از بدشانسیشون همون اول کار که خواستن دمو به دود بزنن خوردن به سما تحتیلی تابستون که دیگه آلوده شدن. و چه آلوده ای دیگه، دیگه بله انفاسه کن.
ما شنیدیم که فرماندهان سپاه در رابطه با اقتدار نظام در خلیج فارس و مقابله با زیردریایی های نظام سلطه خیلی صحبت کردن، ولی هیچ سلاح جدیدی معرفی نکردن. میخوام بدونم چطور میخوان مقابله کنن. بابا آخه منگول جان سلاح نمیخواد که، میریم خلیج فارس در همون زیردریایی هایی که میگن در میزنیم فرار میکنیم، تا طرف در رو واکنه همه آبای دریا میریزه اون تو، بعد غرق میشن خلاص همشون، تا غرق شده ما با نیروها میریزیم تو. منظورم اینه که ما همه چیز از همه جوانب و زوایا زیر نظر داریم. شما الان مثلا این قسمت ناکن بچه ناکن، ما کامل مثلا میتونیم این قسمت رو چی برات بچرخونم و تو از این زاویه، آها از این زاویه هم میتونم برات بچرخونم و بگم که خیلی متشکرم. میخواستم بدونم داستان این تظاهرات اعتراضی در برابر سفارت مصر چی بوده؟ والا من خودم زیاد خبر ندارم، مثل که دانشجوها بودن، ظاهراً جشن فارغ التحصیلیشون بود. ما خودمونم تا رسیدیم دیدیم همه داد میزنن مبارکه، ما هم که دیدیم فضا اینجوریه رفتیم جلو گفتیم آقا مبارکه، بعدم دیگه یواش یواش دلو زدیم به دریا که آقا دلی زدم به دریا، هوا یه دلکشی دارد عجب. آقایون دنبال من همه برای ادامه تظاهرات بیان سالن بغلی، هوا یه مبارکه. فروش فیلم‌های جیمز باند و جان سخت با رکود مواجه بشه، دلیلش احتمالاً فیلم جدیدی است که سناریست و کارگردان و هنرپیشه نقش اولش سید علی روزخون ولی فقیه ارتجایی. داستانی رو که برای شیرمالی سر یک مش بسیجی یکی از یک کودن‌تر در مورد پیشرفت‌های نظام آخوندی سر هم کرده تو بشنویم تا ببینیم که حق با من هست یا نه. شما اغلب یادتون نیست قبل از انقلاب رو عجیب بود، هم اینجا هم بعضی جایی دیگه، ما عراق رفته بودیم به سفر عتبات مشرف شدیم، هر کار کردیم برای نماز صبح نایستاد، توقف نکردیم، نمیشد جوری تنظیم کرده بودن. بنده مجبور شدم در اون اواخر قطار خودم از پنجره بندازم بیرون، چون نمیشد در داخل قطارم کثیف بود، جوری بود نمیشد نماز خوند که نماز بتوانم بخونم، نزدیک ایستگاه بود. بیشتر به فیلم‌های استیون سیگال شباهت داره، احتمالاً اسمش رو باید بذاریم سید علی سیگال. علاقمندان نسل قدیم سینما فیلم‌های آخرین قطار گانهیل و سرقت در قطار سراسری اروپا رو باید فراموش بکنن. علاقمندان نسل جدید سینما هم به نظرم میتونن قطار فراری رو بذارن کنار و تنها چیزی که میمونه انتخاب یک اسم هنری برای این سید علی روزخون هست که شاید مثلا خوب باشه اسمشو بذاریم باند، تا اگر ازش بپرسن اسمت چیه بگه باند، سید علی باند.